ایران عزیز خانه یه ماست. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم. آقای امیر شورتی برنامه را هدایت می‌کنیم. ممنون. در برنامه امروز دو شخصیت صاحب نظر با ما هستند. آقای دکتر اسماعیل نوریالا در دنور کلرادو، آقای رامین فرهام، دکتر رامین فرهام در پایتخت فرانسه. درود بر آقایان. درود بر شما جناب مهدی. امیدوارم حال شما خوب باشه. مرمان شما آنوری علا، درود بر شما. آنوری علا علا، صدای من نمیاد، صداتون ضعیفه. آی شاید من تو استودیو صدا رو خیلی کم دارم. بله صدا لطفا بالاتر بیاری. خب همیانان ارجمندم، امروز با دوستان ارجمند درباره مسائل مختلف صحبت خواهیم کرد، از جمله درباره اون چی که در بریتانیا گذشت. به نظر من این اون چی که در اونجا گذشت به معنای لزوم بازبینی مجدد در مبانی دموکراسی، واقعا دموکراسی عددی به ویژه، یعنی اکثریتی میرن پای صندوق رای در یک رفراندوم شرکت میکنن، به چیزی رای میدن، دو ساعت بعد پشیمون میشن. در مورد ایرانی ها چند ماهی طول کشید، ولی در مورد انگلیس ها تقریبا دو سه ساعت بعد. کما اینکه اگر امروز میگن همین الان دوباره همون رفراندوم تجدید بشه، 60% مردم رأی میدن به ماندن در کنار اتحادیه اروپا، نشون میده چقدر دموکراسی آزادی آسیب پذیره، چقدر آسیب پذیره. در ذهن دموکراسی در برابر ترور هم کم آورده، در برابر ترور، چون دست تروریست ها در اروپا بازه، در حالی که دموکراسی دستش بسته است، میشه گفت که یه عنصر محبوسه در حبس، در حالی که دموکراسی آزادانه عمل میکنه و زندگی میکنه و مشکلی هم نداره. هر جام که با مشکل مواجه بشه این دفاتر حقوقی نیرومند میان پشت سر این عوامل ترور میستن در دادگاه های اروپایی و اغلب موفق میشن، اغلب موفق میشن. در مورد انگلیس به نظرم اون چی که رخ داد عبرت آموزه، عبرت آموزه. بکنید رأی یک تبهکار درست به اندازه یک آدم مسلح و هوادار منافع خوانده میشه. دموکراسی چشش رو کیفیت آرا به هم میگذاره. دموکراسی عددی میخوام ببینم که آیا اروپایی ها پاره قدیم بالاخره به این نتیجه هسته که باید یک تجدید نظری بکنه در مبانی خودش، با اینکه دموکراسی خب اثرات بیلتنگیز فوق‌العاده‌ای داشته، شاید اون چی هم که امروز اروپایی ها دارن تحمل میکنن هزینه ایست که بابت حفظ دموکراسی پرداخت کرد. میریم اول سراغ آقای دکتر نوریالا. دکتر نوریالا نظر شما رو میخواستم. بله فرصت نشدش که در ابتدای برنامه خدمت شما آقای دکتر فرهام و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه سلام بکنم. من فکر میکنم آقای مهبودی شاید تجربه انگلیس نباید ما رو راهنمایی بکنه به سوی مخالفت با مفهوم دموکراسی یا تردید در مورد دموکراسی. بالاخره دموکراسی دستاورد مهم تاریخ بشریه، دارای عرض کنم که ویرانه ها هستش، مشکلاتی هستش و همه اینها رو در طول تجربه بشر سعی کرده که حل و فصلش بکنه. من فکر میکنم این کلمه عددی که میفرمایید در کنار دموکراسی در واقع منظورتون همین رفراندومه. من فکر میکنم این رفراندوم و دموکراسی رابطه کامل و مستقیمی وجود نداره. یکی از انواع روش‌های دموکراتیک میتونه رفراندوم یا همه پرسی یا مراجعه به افکار عمومی باشه و تجربه هم نشون داده که رفراندوم ها معمولاً نتیجه خوبی در بر نخواهند داشت و در نتیجه به نظر من در همین اردوگاه دموکراسی خواهان همواره این بحث وجود داشته که کجاها میشود از کنم که به رفراندوم یا همه پرسی مراجعه کرد و کجاها نمیشه کرد. مسئله در این است که در یک نگاه کلان ما دموکراسی رو به صورت مراجعه مستقیم به افکار عمومی یا مراجعه غیر مستقیم به افکار عمومی، یعنی از طریق ایجاد یک مرحله‌ای به نام نمایندگی که از طریق تبلیغات، توضیحات،
مشورت ها مردم برون نمایندگان نخبه خودشون رو انتخاب بکنن، بفرستن به جایی و اونها دست به تصمیم گیری های اساسی بزنن. همواره وقتی که ما این رو کنار بگذاریم و بریم به طرف عرض کنم که همه پرسی های عمومی، به نظر من تجربه تاریخی نشون داده از زمان یونان تا کنون که ممکنه که مراجعه به عموم در جمعیت های کوچک، شهرهای کوچک، دهات کوچک، یعنی بخش های شهرهای مختلف، به خاطر اینکه مردم با مسائل خودشون از نزدیک آشنا هستن، بتونه حاصل مفیدی داشته باشه. ولی در جمعیت های کلانی مثل ملت ها به نظر من رفراندوم هیچ وقت جواب نداده نمیده و همچه باعث شده که مردم پس از اینکه رأی خودشون دادن به پشیمانی دچار بشه. تشکر میکنم آقای دکتر امیر برام، ببرمید. با تشکر از شما و با سلام به شما دکتر نوریالای عزیز و شنوندگان شما. آقای میبودی، من در آغاز سخن مجبورم متأسفانه مخالفت خودم و نقد خودم رو به گفته شما در ابتدا ابراز کنم و اون این که خیر، این چنین هم نیست که شما در ابتدا گفتید که مردم انگلستان پشیمان شدن و اگر امروز دوباره همه پرسی برگزار بشه 60% خلاف اون چیزی رو که 52% چند روز پیش ابراز کردن به صندوق خواهند گرفت. چون این چیزی به نظر من البته درست نیست و شاید شما در ذهن یک توماری باشه که روی تارنمای مجلس نمایندگان انگلستان گذاشتن و امضا جمع شده، 3 میلیون امضا جمع شده. جالب این هم هست که کسی که اون تومار رو نوشته امضا کرده دانشجوی علوم سیاسی است در انگلستان و عضو یک گروه دستراستی نجات پرست انگلستان است که با طلوع طلایی حزب طلوع طلایی یونان که نجات پرستن، رسماً علناً نجات پرستن، همکاری داره. در اینجا صرفاً مخالفت مهاجرین و مهاجرت نیست، اینا رسماً نجات پرستن و به برتری نژادی اعتقاد دارن. اون تومار راستن اون شخص ترتیب داده و من فکر نمی‌کنم چنین باشه. انگلستان به نظر من شخصیت تاریخی خاص خودش رو داره. انگلستان همچنان که میدونید هیچ وقت زیر سلطه رومی ها نرفت در اروپا، لاتینیزه نشد، به قول تاریخ‌دانان لاتینیزه نشد، در فرانسه شد. انگلستان همچنان که میدونید زیر بار و زیر سلطه آلمان نازی در نزدیکتر به ما در قرن بیستم نرفت و مقاومت انگلستان بود که عامل بزرگ پیروزی بود در جنگ جهانی دوم بر علیه نازیسم. البته مقاومت جانانه روسیه رو نباید فراموش کرد که 30 میلیون کشته دادن. مقاومت انگلستان بود که نجات داد. فرانسه که از بنیانگذاران این اتحادیه اروپایی باشه که ما میشناسیم و در کنار آلمان اینها و در کنار بلژیک، اینها کشورهای شکست خورده جنگ جهانی دوم بودن. یعنی اتحادیه اروپا به اون شکلی که ما میشناسیم، با اون ذهنیت و روح غالب بر اتحادیه اروپا که انگلستان ازش رفت بیرون، این حاصل کار شکست خوردگان جنگ جهانی دوم، نه حاصل کار پیروزمندان جنگ جهانی دوم. پیروزمندان جنگ جهانی دوم آنهایی که در عرصه نبرد و در عرصه جنگ پیروز شدند، حالا پروپاگاند به کنار، در فرانسه شما پروپاگاند گولیست فرانسه رو دارید که میگوید ما پیروز جنگ بودیم، در حالی که این درست نیست. فرانسه شکست خورد. کسانی که پیروز شدن انگلستان بود، آمریکا بود و روسیه بود. اینها نقشی در بنیانگذاری اتحادیه اروپا نداشتن. نکته دیگه که ما هستم بهش اشاره بکنم اینه که، و اینجا هم با این همه پرسی که شد، انگلستان
هم یک به اصطلاح هشداری داد به اتحادیه اروپا که این راه که میروید این راه درست نیست، به نظر من این راه درست نیست، و همین که برگشت به اون شخصیت تاریخی دولت ملت بریتانیایی خودش. نکته‌ای که ما هستم دیگه که ما هستم که بگم اینه که شما اصولا دموکراسی رو هر جوری تعریف بکنید، پایه و اساس دموکراسی در قرن 19 هم به بعد از قرن 19 هم به بعد بر اساس دولت ملت بود، بر اساس نیشن استیت بود که این هم در مفهوم فلسفی و تاریخیش یک دستاورد نوینه، در معنی مدرنش یک دستاورد نوینه و یک دستاورد اروپاییست نیشن استیت. و این اتحادیه اروپایی که ما امروز میبینیم و انگلستان تنها مخالف این اتحادیه به این شکل و با این ذهنیت نیست. شما در اروپای مرکزی هم اوربان در مجارستان و دیگران در لهستان و در جاهای دیگه مخالفت‌های زیادی می‌شه با این اتحادیه. اساس دموکراسی نیشن استیت به معنای مدرن، دولت ملت به معنای مدرنه، و برای همین هم است که هر جایی که شما دو ستون پایه حس تعلق رو متزلزل میکنید، خدشدار میکنید یا نهایتا از بین میبرید، با کیاس، با هرج و مرج روبرو میشید. حالا یک جا هرج و مرج جنبه بسیار خشن به خودش میگیره، یک جا به خاطر تمدن، اقتصاد، ثروت و نهادهای مستحکمی که وجود داره این هرج و مرج به اصطلاح قابل کنترل تره. این دو پایه تاریخی، یکی دینه، یکی ملت. ملتی که یک جغرافیای مشخص داره، یک فرهنگی مشخص داره، یک تجربه مشترک تاریخی مشخص و یک زبان مشخص داره. این دوتا رو که از بین ببرید هرج و مرج میشه. در ایران مثلا ما خودمون وضوح داریم میبینیم که با از بین بردن دین، و من اینجا کلماتم رو واقعا با به میزان و با تعقل و تأمل در اون کلمات به کار می‌برم، دین رو از بین بردن، و این از بین بردن دین بوده در ایران که به چنین فروپاشی اخلاقی حیرت انگیز و سرسام‌آوری رسیده که میتونه پایه‌های کشور رو از بین ببره، چون از طرف دیگه با اسلامی کردن ادبیات، با اسلامی کردن سیاست، با اسلامی کردن اقتصاد، با اسلامی کردن سیاست خارجی و با اسلامی کردن نام ایران و هویت ایرانی، ملت ایران رو از بین بردن. یعنی ملتی که ریشه تاریخی داشت، در جغرافیای مشخص خودش رو داشت، زبان و فرهنگ مشخص خودش رو داشت، بیش از حتی فرانسه و انگلستان که داریم صحبتشون کنیم، تا به اون اندازه که اینو من نمیگم، اغلب صاحب نظرانی که مطالعه دارن میگن، لاقل صاحب نظرانی که من باهاشون موافقم، من و شما داریم به فارسی صحبت میکنیم که حافظ و فردوسی و خیام و سعدی و مولانا درش میسرودن و صحبت میکردن. چون این ژرفای تاریخی رو کمتر ملتی داره. وقتی شما دین رو از بین میبرید، هویت ملت رو هم از بین میبرید، اصلا مفهوم ملت رو هم از بین میبرید، ترجمه از میشه، خیاس میشه. و در اروپا یکی از قوی ترین به اصطلاح رگه های فکری که در بروکسل حاکمه و در نهادهای اروپا حاکمه اینه که افرادی هستن که اینا پیشینه چپ دارن در دهه 70 میلادی و اغلبشون پیشینه چپ دارن، الان سوسیال دموکرات هن همشون، و اینها اصلا مفهوم ملت رو قبول ندارن، مفهوم مرز رو قبول ندارن، ریشه های تاریخی و فرهنگی و زبانی و دینی رو قبول ندارن. تکنوکرات های هستن که به اصطلاح شهروند جهانی هستن و اینها حکم میکنن که باید در فلان کشور فلان کشور فلان کشور قوانین چگونه باشد و فلان چگونه باشد. خب این موضوعی است که خیلی باش موافق نیستم. من هم به عنوان یک شهروند بالاخره و کسی که در فرانسه زندگی میکنه و مالیات میده با این قضیه موافق نیستم، و انگلیسی ها خیلی هم کار خوبی کردن که از این قضیه رفتن بیرون، ولی این خدشه‌ای به هویت اروپاییشون وارد نمیکنه.
آنها میگویند که ما با این چیزی که در بروکسل شکل گرفته است به این ترتیب مخالف خب با این تناقض میشه شکار کرد هم گلوبالیزیشن اقتصاد جهانی و بعد کشورهای کوچکی مثل آلبانی در اروپا با 2 میلیون جمعیت اینا چطور میخوان در آینده با سرزمین قدرت‌های نوظهوری با جمعیت‌های بیشمار مثل هند مثل چین 1.4 میلیارد نفر مثل برزیل نا دوام بیاره اینا که زیر دست و پا لخت میشن بعد چی میشه اگر قرار باشه که ما تشخص سرزمینی جغرافیایی تشخص ملی و همینطور مجموعه سنت ها و ارزش های سیاسی دینی رو بخوایم حفظ بکنیم آقای دکتر نوریالا من تصورم اینه که ما چند تا مفهوم مختلف و متضاد رو با هم یکی میکنیم یعنی وقتی که مثلا از جهانی شدن یا گلوبالیزیشن صحبت میکنیم فکر میکنیم که این لزوماً به معنی امحاء مفهوم ملت یا مرزهای سیاسی کشورهای مختلف هست در حالی که من بکنم اونها هیچ تضادی با هم ندارن بسیاری از ساحت‌های زندگی اجتماعی هستند که میتونن گلوبال بشن برخی از ساحت‌ها هستند که نمیپذیرن گلوبالیزیشن رو و این مرزها مرزهایی هستند که عمیقاً در جامعه جا افتاده مثلا شما نگاه بکنید که پیش از اینکه اصلا بحث گلوبالیزیشن پیش بیادش ما بحث جهان وطنی و انترنشنال رو داشتیم شما وقتی که به مفهوم انترنشنال نگاه میکنید انترنشنال یعنی بین ملل سازمان مللی که مثلا داریم و غیره یعنی اینکه واحد ملت رو میپذیرفتن و بعد سعی میکردن که اینها رو در یک شبکه روابط بین‌المللی کنار هم بشونن و با هم دیگه جا بدن اما اگر که شما مفهوم انترنشنال رو بردارید جاش بذارید کاسموپولیتانیزم رو یا جهان وطنی رو اون وقت این بحرانی که آقای دکتر فرهام میگن پیش بیاد چون شما میخواهید که یک واقعیت‌های تاریخی اجتماعی رو عرض کنم که محو بکنید و تبدیلش بکنید به یک واحدهایی که اینا نه از لحاظ تاریخی نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ حتی تکنولوژیک میتونن عرض کنم که به صورت دست جمعی اداره بشن من فکر میکنم که در آینده هم اگر که روزی این واقعا این دهکده جهانی که میگویند به وجود بیاد به معنی این نیست که ملت ها از بین برند یا فرهنگ ها آنچنان در هم ادغام بشن که یک مثلا سرزمین وجود داشته باشه به نام کره زمین که همه به یه زبان تکلم بکنن و با یک فرهنگ عمل بکنن این یک ایده قرن اوایل قرن بیستمیه به نظر من که کاملا منسوخ شده و روز به روز این مسئله پیش میاد که جوامع نمیتونن از یه حد معینی در برخی از مسائل بزرگتر بشن و ادارهشون رو در اختیار یه مراکزی بگذارن که به کلی ارتباطشون با منطقه قطعه در نتیجه میگم ما با مفهوم دموکراسی شروع کردیم ولی آمدیم روی مسئله ملت من فکر کنم اگر بخوام به مسئله مفهوم دموکراسی برگردیم اون وقت مسئله می شود که دموکراسی مستقیم در چه ظرفیت جمعیتی عملی می شود و دموکراسی غیر مستقیم در چگونه جمعیتی کار میکنه اینا من فکر کنم مسائلی است که همه رو باید از هم تفکیک کرد تا به نتیجه رسیم فرق با شماست خب همین الان دقیقه از برنامه رو در هر منزل به شما اختصاص می تونید با ما تماس بگیرید پرسش هایی دارید با شرکت کنندگان صاحب نظر برنامه در میان بذارید آقای دکتر با مهدی رامین فرهام عزیز و آقای دکتر اسماعیل نوریالا فقط خواهش میکنم که پیشا پیش سوالاتون رو فرموله کنید و حداقل واژگان سعی کنید بیان کنید نظر و رأی خودتون رو اما آقای دکتر فرهام عزیز به من بفرمایید که تا اینجا سخنی هست که جا مانده باشه نه ببینید سخنها گفته شد یک نکته رو فقط شاید بتونم اشاره بکنم اون است که ببینید از اون چیزی که من از علوم سیاسی فهمیدم لااقل یا اون کسانی که من میخونم
مثلا ریمون آرون فرانسوی، مثلا راجر سکراتون انگلیسی که دنبال میکنم نظریات شو راجب این مسئله. ببینید پایه دموکراسی دولت ملته و شما نمیتونید با بین الملل پرولتاریا یا با بین الملل مهاجرین یا با بین الملل جهان وطنی ها چیز بکنید. نتیجهش میشه اون چیزی که مثلا برنارد لوئیس به لندن میگه، لندنستان میشه لندنستان. نتیجهش میشه ایرانستان که ما در پیش چشم داریم. یک پایه دیگه دموکراسی مفهومی که هست و باید به نظر من مد نظر قرار داره این است که ببینید شما هر نظام سیاسی رو که بگیرید، چه نظام های سیاسی پیشا دموکراسی، چه دموکراتیک، چه دموکراسی پرولتاریایی خلقی مثل کشورهای اعمار شوروی و شوروی در اون زمان یا چین یا اسلامی یا فلان، همه حکومت ها، همه نظام های سیاسی اولیگارشیکن. به این معنی که مگر در آتن 25 قرن پیش که در اونجا هم یک نوع اولیگارشی بود، برای اینکه زنان و بردگان حق مشارکت مدنی و سیاسی نداشتن. هر نظامی رو سیاسی رو شما بگیرید، این نظام نهایتاً اولیگارشیکه، یعنی یک اولیگارشی، یک تعداد اندکی از افراد جامعه هستند که کار کشورداری رو بر عهده میگیرن. اون چیزی که تفاوت قائل میشه بین مثلا جمهوری اسلامی و انگلستان، بین مثلا جمهوری اسلامی پاکستان و فرانسه، بین اون کیفیت اون اولیگارشی است و اون گردش در اولیگارشی است که به صدا متمایز میکنه کیفیت این نظام ها رو با هم دیگه، یکی پیشرو یکی پسرو، که اونجا برمیگردیم به صحبت الیت و صحبت چرخش در الیت که مبحث دیگه است. درود بر شما، بفرمایید. و درود بر آقای دکتر فرهام عزیز که این گونه آگاهانه مسائل دنیا رو بررسی میکنن. من به عنوان کسی که 20 سال در انگلستان زندگی میکنم باید بهتون بگم اون چیزی که شما به عنوان خبر میشنوید ضد خبره. همین الان اگر این مردم انگلستان که اینقدر شجاعانه تغییر رو پذیرفتن و کشورشون از اشغال اروپاییان نجات دادن، همونطور که فکر میکنن هیتلر نتونست آلمان دنیا رو اروپا رو بگیره و آنگلا مرکل اومد اروپا رو گرفت، مطمئن باشید بیرون رفتن انگلستان شروع پایان اتحادیه اروپا است. اینجور هم نیست که شما بگید الان رو دوباره رفراندوم کنن. مطمئن باشید بیش از 50% بازم این مردم آگاهی که دلشون به حال خودشون و کشور انگلستان میسوزه نه آلبانی، مطمئنن دوباره رای به خروج میزن و این افتخاریست برای این مردم. باید بهشون افتخار کرد که در جا نمیزنن. پایدار باشید. تشکر میکنم. ممنون. از کجا زنگ میزنی؟ تشکر میکنم. دو در شما میفرمید. بفرمید. سلام عرض میکنم آقای میبودی. سلام عرض شما. بفرمید. من روی سخنم با جناب حامد و با تشکر فراوان از اینکه ایشون با زبانی بسیار ساده و قابل درک مطالب رو بیان میکنن و باید به ایشون بگم که امروز که شما حرف میزدید من به فکر این جمله معروف نویسنده معروف فارسی بودم که میگه که هرگاه مطالب رو ما اشتباه بیان کنیم ما به ملار دنیا، به بدبختی دنیا اضافه میکنیم. و خلاصه بسیار ممنون و متشکر. کاشتیشون هر روز توی رادیو و تلویزیون پاس صحبت میکردن. تشکر از روز و مرحمتشون که به ساعات ایشون اضافه میشد و با عبور از رفتن به بازار آگهی ها ما محروم از مطالب ایشون نمیشدیم. آجه یاب لازمه من متوجه هستم، این خود با شما شوخی کردم. از کجا زنی میزنی خانم؟ بله من از امریکا. از آمریکا زنی درست فرمونی. ممنونم از درست درست از شما بفرمونی. من
میبودی. سلام عزیزم، در خدمتی. از برنامه‌تون با تشکر آقای نوریالا، من همیشه از صحبت آقای نوریالا لذت بردم، همیشه دنبال مطالبشون هستم و همچنین جناب اسمشون رو فراموش کردم. آقای اعتراضی دارم به صحبت ایشون. بفرمایید. اگر دین رو از هم چیز کنیم به مملکت اثر میپاشه. ما چرا اینجوری صحبت نکنیم، بگیم چرا اگر دین رو ما دولتی کنیم؟ چون شما اگر بری الان تو روستاها، تو دهاتا، توی شهرهای کوچک، شهرهای بزرگ، حتی اصفهان، مشهد، شما میبینید همچنان دین مستحکمتر از قبل و خرافات مستحکمتر از قبل وجود داره. و اشاره میکنم به کشورهای کمونیستی که دین نداشتن و تعجب میکنم که این جناب اسمشون رو من متاسفم فراموش کردم، چرا مثلا اشاره به کشورهای کمونیستی نمیکنن که سالها بدون دین کشور پابرجا بود و مسائل اقتصادی بود که کشور را از هم گسست. و یه اعتراض کوچیکی هم بهشون دارم، موقعی که صحبت میکنم خواهشم سیگار نکشن، چون به حال حفظ انظار رو باید بکنن، نزاکت انظار رو. مرسی. تشکر. سیگار نکشتن ایشون؟ آه نکنه موقعی بوده که آه بهشون خبر نداده بودیم روی آنتون، روی تاثیر. آقای دکتر رامین پرهام، آقای دکتر رامین پرهام هم در دانشگاه های آمریکا تحصیل کردن، فوق دکترا گرفتن در اینجا، هم در فرانسه تحصیل کردن، یعنی دو زبانه هستن. بیشترین آثار آقای دکتر پرهام به زبان فرانسه منتشر شده. آخری کارشون هم رمانی است که امیدوارم به زودی منتشر بشه، گفته میشه از کارهای فوق العاده است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. آقای نوری، شما برنامه دیروز رو هم همچنین در تلویزیون پاس رو و همراه همچنین امروز به مسئله فروپاشی اتحادیه اروپا از زاویه جدا شدن انگلستان نگاه کردید، یعنی تأثیرات جدا شدن انگلستان رو به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا در نظر گرفتید. فکر کنم نه اینکه اشتباه باشه، ولی بهتره که از یک دیدی دیگه نگاه کنیم. اتحادیه اروپا بنیان و اساس تشکلش بر حفظ و یک پارچگی و انتقال بله الو رفتی تیوال من بعد شما متاسفانه خب درود بر شما. بفرمایید آخرین الان زنگ نزنید دیگه، بفرمایید سریع خواهش میکنم. بله شما جناب آقای نگودی و برنامه های بسیار بسیار خوبتون. من از تورنتو کانادا زنگ میزنم، فقط یه سوالی دارم در رابطه با بحث امروز نیست. من فیلمی رو دیدم به نام منوسکریپت دازنت برن، دستنوشته ها سوزانده نمیشوند. و این رو من فکسی رو در این فیلم دیدم، بسیار فیلم سکاندرنه و نفسگیری بود و کارگردان و نویسنده این فیلم آقای محمد رسولوف بودن و من فکسی رو در این فیلم دیدم که بازیگر نقش تقریبا اول بودن، خیلی شبیه به آقای دکتر رامین پرهام. و من میخوام از ایشون خواهش کنم که بفرمایید که ایشون بودن که در این فیلم بسیار بسیار نفسگیر بازی داشتن یا خیلی. خیلی متشکرم دوستو. خواهد آجا تو برای تو فیلم بازی میکنی یا ما خبر نمیدید؟ آقای ما بودید شنونده عزیز، شما محبت دارن، شما از من بپرسید من بهتون میگم. بله اون فیلم دست نوشته ها نمیسوزن کار محمد رسولوف. بله و خب چون در شرایط بسیار بسیار سختی بود، یه سری مسائل به صلاح ایمنی، چی میگن، امنیتی باید رعایت میشد به خاطر اینکه صدمه‌ای به کسی وارد نشه. بعضی از دوستان میرفتن میومدن و مشکل هم به هر حال به وجود اومد. در همین زیاد تا موقعی که کسی از من سوال نکنه، کسی از من سوال نکنه، جواب نمیدم در این زمینه، این حرفی نمیزنم در این زمینه. ولی بله با تشکر از بیننده محترم شما، نقش کیان در فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزن اثر محمد رسولوف که جایزه بهترین فیلم از منتقدین سینمایی رو در کن برد 3 سال پیش، بله اونجا من بودم،
دکتر رویان شما خبر داشتی؟ نخیر، برای اولین باری میشنم. اشاره ممنون. خب، همینان هم امیدوارم بتونیم یه تکه از این فیلم تریلرش هست روی اینترنت آقای دکتر پرام؟ راست رو خواهی نمیدونم، میدونم حقوقش دست یه شرکت فرانسوی. ماجراها زیاد بود، میدونید آقای میبودی، ماجراها با من زیاد بود. حقوقش میدونم همه دست یه چیزه، دست یه شرکت فرانسویه و در آمریکا دست یه شرکت توزیع کننده است که توی کارهای به اصطلاح سینمای مؤلف و رو توضیح میکنه در آمریکا به اسم کینو، اگر اشتباه نکنم کینو. این که رو اینترنت باشه نمیدونم، امروز روز همش رو اینترنت هست. خب فکر میکنید که اکران عمومی بشه؟ نمیدونم، واقعا ماجرا زیاد بود، واقعا وارد خیلی از جزئیات هم نمیتونم بشم، نمیخوام بشم، چون فیلم ساده ای نبود، میدونید، در رابطه با قتل های زنجیره نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود. بعضا در داخل ایران فیلم برداری شد و با دست اندرکاران داخلی. اینه که نمیخواستیم و نمیخوایم به کسی صدمه ای وارد بشه، گرچه همه کسانی که مشارکت داشتن در این فیلم میدونستن که یه سری مسائل رو باید رعایت بکنن و ممکنه واسه شون دردسر ایجاد بشه بعدن، از جمله خود محمد رسولوف که واقعا شجاعت به خرج داد، بخاطر اینکه اونجا جمهوری اسلامی است، خودتون بهتر میدونید، اونجا برای یه وبلاگ میگیرن شما رو. دردسر هم خیلی واسه برای محمد پیش اومد، برای آقای رسولوف پیش اومد. میکنه حالا دیگه باید دید دیگه. الان آقای رسولوف کجا زندگی میکنه؟ خانواده ایشون در خارج هم. در خارج؟ تشکر. برمیگردیم هم میانم. You are watching Pars TV International. امیان هم نگاه کنید، این همون فیلمیست که شنونده ارجمند ما راجعه سخن گفتن، شعره آقای رامین پرویز. از این شسته چرکی رو بیرون دو بزمنش گذشته، همین ساعت سه نشده، نمیخوایی کم ساعت کنیم؟ رضا علامه‌زاده خودش رو از فیلمسازان برجسته ماست استخراج کردیم و که تکه‌های رو دیدید. تجربه جالبی بوده آقای فرهام ها؟ و در این حال تکون دهنده. شیرین‌ترین تجربیات و پربارترین تجربیات زندگی من بود و اون رو مدیون کارگردان و فیلمنامه‌نویس هستم که بیشترین زحمت رو کشید.
و گرچه شرایط بسیار سخت بود ولی همکاری بسیار مفید بود و کاش شرایط از لحاظ امنیتی طوری می بود که می شد آزادتر صحبت کرد به فیلم، ولی خب نمی شد، درد سر درست می شد برای بچه ها. خب پس بهتر در بارش سکوت کنیم. آقای نوری الان تجربه سینما داره. آره آقای مهبودی، این فیلم الان روی شبکه نتفلیکس هستش، هر کی که عضو نتفلیکس باشه میتونه این فیلم رو ببینه به طور کامل. بله 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 کامل هستش. من فقط نمیدونستم که رامین توش بازی میکنه. بله خب من ندیدم فیلمو ولی میدونم که روی نتفلیکس هست. خب ایشون هم گفتن قرار بر این بوده که تا زمان کسی از ما نپرسه چیزی در بارش توضیح ندیم، که شنونده ما آمدند و براسه پوسترش هم که نگاه کنید عکس ایشونه، ولی من توجه نکرده بودم با چشم بند روی پوستر فیلم هستش. عجب. امیر جان، امیر شارتی، ببین پوستر رو اضافه کنی، پوستر هم عکسشون شد. خب دوستان عجبند، با آقای دکتر رامین فرهام هستیم و آقای دکتر اسماعیل نوریارا، دو شخصیت صاحب نظر، همونطور که گفتم هر هفته دوشنبه، سه شنبه ببخشید، هفته آینده جالب شخصیت سومی هم در برنامه حضور خواهد داشت در اروپا، یعنی سه شخصیت صاحب نظر خواهیم داشت، آقای رامین فرهام، آقای دکتر نوریارا، سرکار خانم الهه بقراط. اما پست این برنامه اینه که در هر منزل به شما وقت میدیم که شما تشریف بیارید روی خط، نظرتون رو با ما در میان بگذارید، یا پرسشی اگر دارید. من اگه جای شما بودم سعی میکردم که پرسش هام رو فرموله کنم، یعنی فکر میکنم یه سری سوالای حیاتی وجود داره، حیاتی از نظر سرنوشت ایران، با شخصیت هایی که وجودشون در این برنامه مختلف. این هم پوستر این فیلمه. بله درسته، این هم پوستر. زیر نویس هم بردارید دوتن که کامل با پوستر. این هم پوسترش. پوستر جالبی هم فوق العاده. خب بریم بر سر مسائل مربوط به ایران و منطقه. آقایون، به نظر می‌رسه درگیری ها در مناطق مرزی ایران رو به افزایشه، و به نظر می‌رسه باز شماری از مثلا جنگجویان کرد ایرانی در منطقه، در مناطق کردستان ایران فعال شدن، اعلام کردن در جهت دفاع از خود، یعنی قصد دارن که تعرض بکنن، میخوان از حقوق خودشون دفاع کنن، به ویژه از حقوق غیر نظامی ها که به نظر میسه حقوق ها پایمال شده. جمهوری اسلامی اونا رو متهم میکنه به اینکه از عربستان سعودی کمک دریافت میکنن، و در این زمین هم تبلیغات وسیع اخیرا به راه افتاده. آقای نوریالا، من البته ماهیت اون شده که اتفاق میفته در کردستان ایران دقیقا نمیتونم تشخیص بدم که واقعا آیا نقش عربستان درش مؤثره، نقش احزاب کردی یا نقش تجزیه طلبانی که در منطقه هستن. من هنوز این تشخیص رو ندارم، اطلاعاتش رو هم ندارم، ولی میخوام این رو عرض بکنم که در قضاوت هم نباید شتاب زده عمل کرد. الان کسانی که همواره روی این تبل میکنن که هر گونه سخنی راجع به کردستان یا نمیدونم بلوچستان زده بشه در حکم تجزیه رو داره، خود به خود در این مرحله که قرار میگیرن میان در کنار حکومت اسلامی میستن و با اونا هم صدا میشه، در حالی که به نظر من ما باید احزاب کردی رو تحت فشار قرار بدیم تا بگو اونها بیاین اعلام بکنن که پیشمرگه های اونها در چه راستایی دارن عمل میکنن و در چه راستایی مثلا با سپاه پاسداران در منطقه در میفتن. اگر که این در راستای تجزیه ایران باشه، خب البته آدم باید باهاش مخالفت بکنه، اما فراموش نکنیم که در بسیاری از این مبارزاتی که میشه شاید بشود یک منطقه ای از یک کشور رو آزاد کرد، در اونجا مستقر شد و از اونجا مبارزه رو ادامه داد.
همیشه این تز وجود داشته در بین اپوزیسیون که مثلا کردستان میتونه چنین منطقه‌ای باشه برای آزاد کردن ایران. بنابراین هنگام قضاوت باید عرض کنم که معیارهای خاص خودمون رو به کار ببریم. من این روزها تلاشم اینه که حالا که ما در آستانه برگزاری چهارمین کنگره سکولار دموکرات ها هستیم، نمایندگان احزاب منطقه‌ای رو طوری جلب بکنم به این کنگره تا اینکه بیایند و برای همه سکولار دموکرات های ایران که آرزوی جز یک پارچگی و سرفرازی کشور ندارند توضیح بدن که نقش اونها در آزادسازی آینده ایران چه خواهد بود و در کجاها هست که امکان لغزش هایی در این زمینه وجود داره. بنابراین من در این مرحله خودم رو آماده اعلام قضاوت نمیدونم. آقای دکتر برام، صحبت از درگیری‌های منطقه‌ای، درگیری‌های مرزی که میتونه در ادامه نابسامانی‌های منطقه‌ای هست که خب می‌بینیم در عراق، عراق پیشین در جریان. ببینید اون چیزی که برمیگرده به اصطلاح جزئیات عینی مسائل و زد و خوردها و زد و خوردی که در میدان نبرد صورت داره، شما یا باید حضور میدانی داشته باشید، در اینجا منظور از حضور میدانی میدان عملیات، یا باید حضور میدانی داشته باشید که اطلاعات دقیق از آنچه که در میدان عملیات میگذره داشته باشید تا بتونید ببینید که کی کیه، کی از کی کمک میگیره و به چه صورت این زده خود شروع شده. ولی خطوط این که این رو من ندارم، ولی خطوط کلی مسئله رو میشه مطرح کرد. خطوط کلی مسئله به نظر من رؤوسش کاملا روشن. شما یک نظامی دارید که این نظام دینی است، هویتی جز هویت دینی نداره، اصلا با هویت‌های دیگه در خود داخل مرزهای ایران در جنگ 37 سال در جنگ. از لحاظ نظری هم به نوشته ها گفته های آقای خمینی یا دیگران رجوع بکنید، هویتی جز هویت دینی وجود نداره. نشون به اون نشونم که مثلا در رابطه با هویت کهن ایرانی ما که در تقویم ایرانی تبلورش رو در جاهای مختلف می‌بینیم، چون تقویم ایرانی برخلاف تقویم شیعه که الان تقویم کشور شده، تقویم جشن و سروره، تقویم شادی است، تقویم عزاداری نیست. از مهرگان بگیر تا نوروز تا چهارشنبه سوری تا چله و و این همه جشن و سروره. و خب مثلا آقای مرتضی مطهری که از بنیانگذاران این نظام بودن و پسرشون هم الان هست و از نظریه پردازان اصلی انقلاب و اصولا شیعه تشیع سیاسی بودن، این فرد مرتضی مطهری صراحتاً آشکارا به خانواده ایرانی که به فرزندش اجازه میده چهارشنبه سوری رو برگزار بکنه توهین کرده و این خانواده و خانواده های ایرانی رو جاهل میده در نوشتاش. و این اولین باری نیست که ملایان توهین میکنن به فرهنگ ما، توهین میکنن به ملت ما، به آیین ما و به هویت ما. منظورم از این نکته این است که اینها هویتشون دینی است و با هر هویت دیگه سر جنگ دارن. و وقتی که برمیگردیم به مسئله مرزی که بهش اشاره کردید، نکته دوم این است که جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که رسما از گروه های مسلح دیگر در منطقه 37 سال دفاع کرده، بعضی از این گروه ها رو رسما دفاع کرده و رسما آقای شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله چند روز پیش در تلویزیونی که بودجهش هم از ایران میاد رسما گفته که تا زمانی که ایران پول داره ما پول داریم. این هیچ کشور دیگه چنین چیزی به این صراحت و آشکاری و به این با عینیتی چنین غیر قابل تردید وجود نداره. در جاهای دیگه شما باید برید یا مطلع باشید، اطلاعات میدانی دقیق داشته باشید
بدونید که چی کدوم کشور پشت کیست، عربستان پشت کیست یا فلان کشور پشت کیست. در مورد ایران چنین چیزی نیست. در مورد ایران کافی رسانه ها رو بخونید، در مورد ایران کافی گفته های سران نظام رو نگاه بکنید و گفته های آقای شیخ حسن نصرالله رو نگاه بکنید. ایران تنها کشوری است که ارتشی درست کرده است که این بودجهش 1 میلیارد دلار در سال حزب الله لبنان. این ارتش اونجا درست کرده است برای اینکه یک کشور دیگه رو که عضوی از جامعه بین الملل و سازمان ملل متحده، عضو رسمی سازمان ملل متحده به اسم اسرائیل، رسما در گفتمان سیاسی و در برنامه سیاسیش از سوی آقای خمینی و پیش از او آقای خامنه‌ای و پیش از او آقای خامنه‌ای اومده است که این کشور باید از بین بره. آقای خامنه‌ای چشم‌انداز 25 ساله هم برای این قضیه تعیین کردن که باید این کشور رو از بین برد و برای همین این ارتش رو اونجا رو پاک کردن. جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که این کارو کرد. در نتیجه نمیشه به دیگران ایراد گرفت که مثلا اگر کاری کرده باشن شما به اصرار چرا این کارها رو کردید یا فلان. خودتون رو بذارید جای عربستان سعودی، خودتون رو بذارید جای اسرائیل. اگر کشور دیگری بیاید در یمن یعنی بیخ گوش شما، یا در لبنان یعنی بیخ گوش اسرائیل، راکت بیاره، موشک بیاره و کاتیوشا بیاره و از اونجا به خاک شما حمله بکنه، شما چکار میکنید؟ این است که این مشکلات از زمان آغاز شده که این انقلاب به وجود اومد، این نظام به وجود اومد. منتها و این رو هم در پایان بگم، ما تنها کشور اون منطقه هستیم که ژرفای تاریخی ما، فرهنگ ما، زبان ما، تاریخ ما، تقویم ما، آن چیزی که در میان ما مشترک است و یک نام بیشتر ندارد، ایران و ایرانیت ما باشد، این کشور، این ایران بودن ما رو متمایز کرده است از دیگران، به گونه‌ای که ما نه مشکلی با ارامنه داریم، ما قتل عام ارامنه نکردیم، ما مشکل آنچنانی با کردها هیچ وقت نداشتیم، ما قتل عام کرد نکردیم به اون صورتی که اعراب کردند، به اون صورتی که ترک‌ها و عثمانی‌ها کردند، ما قتل عام ارمنی نکردیم، ارامنه میومدن از بقیه فرار می‌کردن میومدن در اصفهان ما، ما قتل عام یهود نکردیم، ما حتی قتل عام عرب هم نکردیم به صورتی که اعراب با فلسطینی‌ها کردن. اگر قتل عامی در میان فلسطینیان صورت گرفته که گرفته، در اردن بوده، در سوریه بوده. ما چون این کاری با دیگر اقوام نکردیم، ما مشکلی به اون صورتی که لبنان میتونه داشته باشه، به اون صورتی که عراق داشته، به اون صورتی که سوریه داشته، عثمانی داشته، اعراب داشتن به طور کلی، با اقوام نداشتیم. ما مشکلی با این صورت نداشتیم. این مشکل از موقعی به وجود اومده که گفتمان تشیع سیاسی در ایران ریشه گرفته و بعد به قدرت رسیده و الان 37 سالی که در قدرت. تشکر می‌کنم. خب حالا تکلیف ایران علی‌الاصول اگه بخواد بمونه در اون منطقه با این مجموعه چالش‌هایی که وجود داره، چون بالاخره خاورمیانه بازیگران بسیار نیرومندی داره، هر کدام هم منافعی دارن و جالبه هیچ کدام هم در چهار دیواری مرزی خودشون باقی نموندن. نیروهای اونا تقریبا همه جا هست. امروز ترکیه در سوریه نیرو داره، امروز ترکیه با قطر در خلیج فارس پیمانهای نظامی دارن با هم دیگه، پیمانهای امنیتی دارن، پیمانهای مالی دارن، همینطور با عربستان سعودی. خب این مجموعه چالش ها وجود داره. اگه کشوری بخواد در این جنگ های وسیع و گسترده و چند وچی به زندگی خودش ادامه بده، چاره چیست؟ از بازار چه عمر میکنیم؟ این نظر دکتر نوریالا چیست؟ هم یرانم و شما هم رو توی در بس فکر کرد. سلام علیکم. با برنامه رو بمیگیریم. همیاران عزیز و ارجمند هم میدونی که وقتی شیرین ولیعهد ارمنستان به ایران آمد در دوره خسرو پرویز، او رو در قصر شیرین جا دادن، قصری که بعد معروف شد به قصر شیرین، در اونجا بود و یک بار هم با خسرو پرویز جنگ و دعوا شد، خسرو رو به قلعه راه نداد. به اینجا چه میخواد؟
برو برگرد به همون کاخ خوده. خلاصه اینقدر خسرو التماس کرد تو شیرین در رو باز کرد. برها شیرین نازنین ما در قصر. قصر شیرین الان خبر آمده که میزان دید افقی 4 متر. فقط 4 متر رو میتونید ببینید. این همه آلودگی و نشون میده که گردیس ها دارن کار خودشونو میکنن و خود این آغازه انهدام طبیعت و بافتای زیست‌محیطی است. با آقای دکتر رامین فرهام هستیم. آقای دکتر اسماعیل نوریالا، سخن بنده این بود که روز روزگاری امیران ارجمند هم دخالت در امور کشورهای دیگر خب هم قباحت داشت، هم این که هزینه سنگی. اینجوری نبود شما تو توی مسائل داخلی کشور دیگری دخالت بکنید دنیا ساکت بمونه. امروز این قاعده به هم ریخته. به نظر من شیخ حسن نصرالله اون چی که گفت بر پایه اجازه قبلی بوده، دونه نیست که بی گدار به آب بزنه. دنیا باید بدونه که جمهوری اسلامی داره هزینه میده در لبنان، همینطور هزینه میده در سوریه، موقعی پنهان میگردن حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه رو. و خاورمیانه بازیگران بیشمار پیدا کرده. الزاماً شما نباید حتما اهل خاورمیانه باشید آدم اونجا دخالت بکنید. نه، امروز نیروهای 47 کشور خاورمیانه فعال هست، از جمله آقای پوتین که دیگه نیروی دریایی خودش برداشته برده به سواحل مدیترانه سوریه. آقای دکتر رامین فرهام، آقای نوریالا وقتشون رو در این زمینه به دکتر فرهام دادم. بفرمایید. با تشکر از اسماعیل نوریالا عزیز یک نکته می‌خواستم بگم و اونه که در رابطه با همکاری‌های منطقه‌ای و این محورهای همکاری که به وجود آمده است که می‌دونید بعد از انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن فرقه شیعه سیاسی در ایران، شما شکل‌گیری شورای همکاری خلیج رو دارید که تمام کشورهای عرب نشین جنوب خلیج فارس در اون جمع هستند. در میانه جنگ ایران عراق که طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود، همین شورا به رهبری عربستان سعودی خطی رو در وسط خلیج فارس تعیین میکنه به اسم خط فهد. در اون زمان ملک فهد سلطان عربستان بود که به ایران و به ایران تحکم میکنه که از این خط اگر به طرف جنوب بیای ما عکس العمل نشون میدیم. و متاسفانه 2 شکار جنگنده ایرانی هم ساقط شدن در اون زمان به خاطر نزدیک شدن به همین خط. شما لیگ عرب رو دارید که 21 22 کشور عضوشن. البته سوریه رو من کنار میذارم چون سوریه دیگه عملا به عنوان یک کشور مطرح نیست. میدونید که هیچ یک از نهادهای بین المللی دیگه در اقتصاد دست دارن، دیگه قادر نیستن که تولید ناخالص ملی سوریه رو اندازه گیری بکنن، برآورد بکنن. جایی که تولید ناخالص ملی جو نشه اندازه گیری کرد، دیگه به عنوان کشور ازش صحبت کردن به اصطلاح یک مقدار زیاده گوییست. و جایی که 11 میلیون از جمعیتش، یعنی اکثریت قریب اتفاق جمعیتش مهاجر شده باشه، چه مهاجرت درونی چه بیرونی، تولید ناخالص ملی هم نداره، ارتش هم نداره، در اداره و چیزی هم نداره. و عملا فاطمیون، یعنی که سپاه میره اونجا و حزب الله لبنان هستن که نگرش داشتن به اضافه نیروی هوایی روسی. ولی منظورم این بود که این لیگ عرب که 22 عضو داره، این کاملا پشت سیاست های عربستان و کاملا بر علیه ایران صف کشیده و اسرائیل که خب جای خودش رو داره. مصر که ارتش قوی داره در قالب دنیای عرب، همکاری های بسیار نزدیک با عربستان سعودی داره. ترکیه خیلی روابط خوبی داره با عربستان و روابط بسیار خوبی داره با قطر. مشکلاتی بین قطر و عربستان هست ولی اینها در مورد ایران کاملا متفق القولند. به عبارت دیگه و به خلاصه، بازیگران اصلی منطقه که ایرانیان، اعراب، عثمانی، ترک ها و یهود باشه، اسرائیل باشه، بقیه بازیگران همه بر علیه ایران جبهه گرفتن. این انزوای کامله، انزوای کامل و بسیار بسیار خطرناکه، چون این چیزی در پیش از انقلاب اسلامی نبود. در پیش از انقلاب اسلامی انور سادات قبل از اینکه به اصطلاح قطعنامه معروف کمپ دیوید رو امضا بکنه و صلح بکنه با اسرائیل، پیش از آن که به ریاض بره
به ریاض در عربستان بره میومد تهران و با محمد رضا پهلوی با پادشاه ایران گفتگو و تبادل نظر میکرد. اینقدر جایگاه ایران قوی بود. ما هم دوست اسرائیل بودیم، هم دوست عرب بودیم، هم با روسیه رابطه داشتیم، هم همپیمان آمریکا بودیم، هم با ترکیه همپیمان بودیم، مشکلی با کسی نداشتیم. همین موضوع در رابطه با هند و پاکستان که اون موقع با به دنبال میانجیگری ایران بودن. امروز ایران کاملا منزوی است و باید در آینده در پی ساختن به اصطلاح روابط طبیعی خودش یا همپیمانی های طبیعی خودش در این منطقه باشه. چون این چیزی به هیچ وجه میسر نیست و نخواهد بود تا این نظام بر سر کاره و تا دشمنی با اسرائیل بر سر کاره، که این موضوعی که باید به نظر من بستش داد، باید راجع به صحبت کرد. تا این دشمنی با اسرائیل هست، چون این چیزی یعنی پیدا کردن همپیمان طبیعی در اون منطقه برای ایران امکان پذیر نخواهد بود. باید این مسئله در رابطه با اسرائیل حل بشه و ایران دوباره همپیمان طبیعی خودش رو در منطقه پیدا بکنه. تشکر. آقای دکتر نوریالا تتمه کلام بفرمایید. بله، من تمام مطالبی رو که آقای دکتر فرهام گفتن تصدیق میکنم. من فکر میکنم که اگر برگردیم مثلا به 35 سال 40 سال پیش و بشینیم فکر بکنیم که چه کار میتونیم بکنیم که ایران عرض کنم که با تمام همسایگان خودش به دشمنی بیفته، مخالفت اونها رو بر بیانگیزه، موجب اتحاد اونها علیه خودش بشه و تبدیل به یک کشور ایزوله بی ارتباط اونجا جهان اطراف خودش باشه، یه نفر بلند شده بگه من پیشنهاد میکنم که ایران رو بکنیم جمهوری اسلامی شیعه اثنی عشری، همه کف میزنن میگن از این راه حل بهتر پیدا نمیشد. من فکر میکنم تمام اتفاقاتی که در این 40 ساله اخیر افتاده تابع اون اتفاقیه که در کشور ما پیش آمد و موجب شد که رفته رفته کل منطقه رو بر علیه ما عرض کنم که بشوره. در نتیجه حتی وقتی ما با آینده فکر کنیم، یعنی تصور بکنیم که روزگاری فرا رسیده که در ایران یک حکومت سکولار دموکرات بر سر کاره، یکی از مسائل عمدش اینه که این کلاف سردرگم رو چگونه باز بکنه از هم و چگونه دو مرتبه ایران رو بیاره، اولا به عنوان یک واحد مطلوب در منطقه بنشونه و در این حال دشمنی ها رو کنار بگذاره، بتونه دوستی ها رو برقرار کنه و این جریان واکنشی علیه کشور خودمون رو تبدیل بکنه به جریان دوستی و همزیستی مسالمت آمیز. تشکر میکنم. خب امیرا طرف جالبی بود و آقای دکتر فرهام و آقای دکتر اسماعیل نوریالا، ممنون از اینکه شما آمد روی خط در نهایت ادب و نزاکت پرسشاتون رو با دوستان عزیز ما در میان گذاشتید و همین سیاق هم پیش میریم. هفته آینده سه میهمان خواهید داشت که همچه هیچ کدام میهمان نیستن، همه صاحب خانه هستن. خب آقای دکتر فرهام تشکر و سپاس از شما. میخوام ببینم که اوضاع امنیتی کماکان در فرانسه به سیاق سابقه یا اینکه یکمی از سختگیری‌ها کاسته شده؟ نه، اینجا هنوز لبنان نشده. نشده. ولی در این برنامه آمپلاس میومد. ولی یه مشکلاتی هست، ولی اونجوری نیست که نه. ولی اسباب شرمندگی است که تیم ایسلند موفق شد تیم نیروبندی ایسلند بزنه. یعنی یک تیم جوجه بیچاره، واقعا ضعیف‌ترین و بی‌ارزش‌ترین تیم اروپا موفق شد که انگلیس ها رو بزنه. مثل که انگلیس ها بسن رین بدشانسی. نه، انگلستان آقای اگر مفسرین فوتبال رو دنبال بکنید و مسابقات هر چهار سال یه بار دو سال یه بار تیم ملیشون رو، انگلستان یه تناقض عجیبی جالبی در فوتبالش هست. از یه طرف شما پرمیر لیگ رو دارید که بهترین و ثروتمندترین و رقابتی ترین لیگ برتر فوتبال دنیاست و از طرف دیگه 20 سال و بیش از 20 ساله که تیم ملی این کشور در سطح باشگاه های این کشور نیست. تیم ملی این کشور تیم نسبتاً ضعیفی است.
در رقابت‌های بین‌المللی و رقابت‌های اروپایی، در حالی که باشگاه‌هاش لیگ برتر باشگاهیش بهترین لیگ هست. کاملا. آقای نوری علا، شما پرسپولیسی بودید یا استقلالی؟ پرسپولیس. من اون موقع جوانی خب پرسپولیس رو بیشتر دوست داشتم. سپانلو پرسپولیسی بودی؟ بله. سپانلو. سپانلو هم پرسپولیسی بود. پرسپولیسی بود. خب بسیار خوب. تشکر میکنم. کاش یه بعد از ظهر یک اتوبوس از راه میرسید. روز جمعه ما رو جلو امجدیه پیاده میکرد. یک بعد از ظهر خوشحال و پر از شادی. یکی از مهمانان همیشگی امجدیه فرزین خواننده بود. فرزین خواننده خیلی علاقه داشت به فوتبال و از هواداران. خب همینم تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.